سوز و گداز وزارت خارجه دیکتاتوری آخوندی از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد. وزارت خارجه دیکتاتوری آخوندی نسبت به تصویب قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران آه و ناله سرداد و آن را فاقد مشروعیت قلمداد کرد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت سخنگوی وزارت خارجه قطعنامه وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نظام را با اهداف سیاسی و مبتنی بر معیارهای دوگانه دانست و نسبت به تداوم این روند غیر سازنده در ارائه قطعنامه ابراز تأسف کرد. در بحبوحه تشدید اعدام‌ها سخنگوی وزارت خارجه آخوند روحانی از پیشرفت رژیم در زمینه حقوق بشر دم زد و افسود بانیان با ارائه چنین قطعنامه‌ای روند پیشرفت‌های حقوق بشری و گام‌های مثبتی که نظام در جهت ایفای تعهدات و همکاری‌های سازنده با نهادهای بین‌المللی برداشته است را نادیده گرفتند و استمرار انگیزه‌های مقرضانه در ارائه قطعنامه علیه کشورها ملاک‌های اساسی مورد توجه اعضای شورای حقوق بشر در ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی را دچار تردیدهای جدی می‌کند. شایان ذکر است که دیکتاتوری آخوندی در پیان بود که مانع تمدید مأموریت گزارشگر ویژه شود و 3 سال است که از بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران و بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندها ممانعت کرده است. جنگ گرگ‌ها در رأس نظام آخوندی، حمله آخوند جنتی به باند رفسنجانی روحانی، عده‌ای در پی تصرف مجلس خبرگان هستند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال می‌کنند. اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد، این مجلس خبرگان است که می‌تواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان ارتجاع و از مهره‌های اصلی خامنه‌ای در حاکمیت آخوندی، باند رفسنجانی روحانی را به خاطر تلاش به منظور کنترل مجلس خبرگان مورد حمله قرار داد. وی که در جمع تعدادی از عوامل باند ولی فقیه ارتجاع در مشهد صحبت می‌کرد گفت امروز عده‌ای که سنگر اول یعنی ریاست جمهوری را فتح کرده‌اند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال می کنند. اینها پول دارند و برخی از آنان هم در مراکز قدرت هستند. این افراد نقشه های خطرناکی می کشند. الان آنان می خواهند مجلس خبرگان رهبری را تصرف کنند، زیرا تنها نهادی است که میتواند درباره رهبری تصمیم بگیرد. این مجموعه میتواند قدرت رهبری را هم محدود کند و امروز اینان قصدشان از در اختیار گرفتن این مجلس همین است. تنها نهادی که درباره رهبری میتواند تصمیم بگیرد خبرگان است و در طول تاریخ اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که میتواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده‌ای میخواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند، وظیفه شورای نگهبان سنگین تر میشود. یک تشکل باند خامنه‌ای، رفسنجانی با خامنه‌ای اختلاف مبنایی دارد.
آخوند علیزاده معاون سیاسی نهاد ارتجاعی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت رفسنجانی به خاطر نگاه لیبرالیستی به مسائل سیاسی و اجتماعی با خامنه ای اختلاف مبنایی دارد. وی افزود نوع نگاه هاشمی رفسنجانی به پدیده های سیاسی و اجتماعی خطا و تحلیل های ایشان از انتخابات گذشته نیز غیر منطقی است. اندیشه های آقای هاشمی و مواضع خاص ایشان تاریخ مصرفش را از دست داده و مردم راه خود را پیدا کردند. آخوند علیزاده همچنین در مورد دانشگاه آزاد به عنوان تویول شخصی رفسنجانی گفت کیست که نداند امروز دانشگاه آزاد تبدیل به یک خانه خلوت خانوادگی برای آقای هاشمی و فرزندان ایشان شده است. مگر دانشگاه آزاد میراث خانوادگی و شخصی این آقایان است؟ امروز ایشان با به خدمت گرفتن فرزندان خود آنجا را با میل شخصی خود اداره می کنند و بعضن این دانشگاه را پشتوانه برخی اغراض سیاسی قرار دادند.